بر اساس روایات حج قدمتی طولانی دارد که ابتدای آن به حضرت آدم ابوالبشر و حتی بر اساس برخی روایات به پیش از خلقت آدم باز می گردد. مراسم حج سال جاری فارغ از محدودیت کرونایی با حضور بیش از دو میلیون زائر از کشورهای گوناگون انجام خواهد شد و زائران خارجی حج تمتع طی روزهای گذشته وارد عربستان شدند امسال پس از سه سال عربستان هیچ محدودیت خاصی در پذیرش زائران خانه خدا اعمال نکرده است با هم گزارش علی اکبری را ببینیم حج میراس انبیاء الهی و یادگار ابراهیم خلیل الله است که به منزله گرد همای بزرگ مسلمانان و پیروان قرآن کریم است که از سرزمین های مختلف دنیا به سوی مکه می شتابند تا علاوه بر انجام این دستور الهی پیامی اجتماعی از این کنش خود را نیز برای سایر مردمان دنیا ارسال نمایند البته نحوه اجرای حج مسلمانان با مناسک امروزی به سرسلسله پیامبران هنیف حضرت ابراهیم علیه السلام باز می گردد. اما در طول زمان به ویژه در دوران جاهلیت حج ابراهیمی نیز مانند سایر احکام دست خوش تحریف هایی قرار گرفت که با رسالت پیانبر خدا صلی الله علیه و آله از تحریف ها پاک شد و از سنت ابراهیم خلیل بار دیگر در اجرای مراسم حج احیا شد حج نماد برابری تمام مسلمانان با هر رنگ و نژاد و قوم است حج تبلور فرهنگ انفاق و یاری رسانی به نیازمندان و صاحبان درد و الم است. میقات آغازی برای طلاقی های مختلف با یکدیگر است. گرچه در این مرحله طلاقی به صورت تصادفی و غیر الزامی است. طواف و سعی مرحله دیگر از این تقارن است. نوعا به دلیل تواف های واجب یا مستحب حجاج در کنار یکدیگر و دوش به دوش هم هستند و این اعمال مشترک بستر مناسبتری را برای وفاق و همدلی فراهم آورد در عرفات و مشعر همگان در عرصه واحد و زمان و مکان یکسان در کنار هم قرار می و اوج همدلی و همراهی با یکدیگر است در عرفات این تجربه را روز به نمایش میگذارند و در مشعر الحرام شب را با این ایده سپری می کنند اگر در عرفات و مشعر تنها حضور و ذکر حجاج را در کنار هم قرار می دهد ولی در منا جملگی در یک کارزار بزرگ شرکت می کنند و همه ی حاضران در حج به رمی جمره قربانی و دیگر اعمال منا اقدام می کنند این مرحله بالاترین درجه میزان همدلی است که علاوه بر آن همکاری و اشتراک در اقدام را تحقق میبخشد حج عرصه طلاقی اندیشه های شکل گرفته در عالم اسلام است طبیعی است که مذهبها و مسلک های مختلف حاضر در حج به نوعی یکدیگر را به نقد میکشند و پرسش هایی را درباره یکدیگر مطرح می سازند این موضوع موجب رشد افکار و اندیشه ها در عالم اسلام و ترویج تفکرات شده و این پدیده نتایج مختلفی را برای مسلمانان در پی دارد بوده اجتماعی حج تنها به زمان تواف خانه خدا و مناسک حج ختم نمی شود معمولا حجاج قبل از عظیمت به خانه خدا به ملاقات خیشان و دوستان رفته و طلب حلالیت کرده حتی با دشمنان دیرینه خود صلح و آشتی می کنند. از آنجا که در تعالیم اسلامی ایجاد مودت و محبت در میان مسلمانان اهمیت ویژه‌ای دارد تبدیل کینه ها، خصومت ها و بدبینی ها و حسد ها به انس و الفت و محبت و دوستی این پیامد مثبت را در بود اجتماعی حج به ارمغان می آورد. در روزگاری که متاسفانه برخی گروه های افراتی و سلفی با ترویج خشونت به نام اسلام چهره خشونت آمیز و خونریز و سرکوبگر از دین ارائه نمودند حج از مواردی است که با امنیت اجتماعی انسانها ارتباط کامل دارد خداوند سرزمین مکه را بر اساس حکمت متعالیش برخوردار از امنیت اجتماعی قرار داده است در بعد عبادی حج مسلمانان دوری از گناه را تمرین می کنند که آثار آن حتی پس از اتمام آن اعمال و بازگشت مسلمانان به سرزمین خود مانع کجروی و ارتکاب رفتارهای انحرافی می شود بدین ترتیب حج نقش موثری در تقویت کنترل اجتماعی در جامعه اسلامی ایفا می کند در حج امسال عربستان با 850 هزار زائر رتبه اول اندونزی با 221 هزار زائر رتبه دوم پاکستان با 179 هزار دویست زائر رتبه سوم هندوستان 175 هزار زائر رتبه چهارم بنگلادش با 127198 زائر رتبه پنجم نیجریه با 95000 زائر رتبه ششم و ایران با 87550 زائر رتبه هفتم بیشترین سهمی زائران حج تمتع را دارا می باشند سهمیه افغانستان هم حدود 27000 زائر می باشد به تاجیکستان هم سهمی هفت هزار نفری جهت انجام مناسک حج اختصاص یافته است اجتماع مسلمانان در حج با ویژگی هایی که ذکر شد و آثار و ویژگی های فراوان دیگری که در این زمان مختصر امکان پرداختن به تمامی ابعاد وسیع و گسترده آن نیست موجب می شود که مسلمانان در کنار هم احساس بیگانگی نکنند و همدیگر را دوست و مورد اعتماد خود بدانند و همزیستی مسالمت آمیز را تمرین کرده و آن را سرلوحه زندگی اجتماعی خیش قرار دهند. علی اکبری اخبار شیعه